خب اگه به اخبار غزه و حماس توجه کنی میبینی که این همه مردم عادی غزه کشته شدن، بچه، بیمارستان، حالا هر چیزی، هر ارتباطی کار نداریم خوب یا بد، اصلا ما رو صفحه شطرنج حرف بزنیم، یعنی شطرنج سیاسی. همه جهان پیشنهاد قبل از آتش بسشون این بود که گذرگاه ها رو مصر، اردن باز کنید، بذارید این مردم بدبخت غزه بیان اونجا، و مصر میگفت نه. پس معلومه که مصر در جریان. چرا؟ چون قرار بود گذرگاه ها رو باز کنم، یک سری از این فلسطینی ها برن اونجا، و بعد که رفتن اونجا یک گروهی هم مثلا حماس اون توی، بعد از مدت یکی دو سال که این فلسطینی های توی غزه رفتن اونجا، بگن یه تونلی اینجا کشف شد نزدیک مصر اون گذرگاه، و حماس اون توی، بعد اسرائیل زنگ میزنه حماس، حماس یه 4 تا موشک به ما بزن، از درون مصر موشک میخوره به تلابی، و اسرائیل میگه حماس اون توی و حمله میکنه و میگیره. پس مشخص نیستی که گفتن نه. حالا اگر یک رهبری، یک لیدری اندیشمند باشه و پادشاه یا امپراتور یک کشوری مثل سرزمین پارس باشه، از این اطلاعاتی که داره میتونه میلیاردها دلار پول بریزه تو جیب مردمش. سادگی اصلا احتیاج نداره دروغ بگه، احتیاج نداره دزدی کنه، فقط کافی موضوع رو بفهمه، یعنی نقشه جهانی رو بدونه، یعنی بدونه که پلن بعدی اسرائیل چیه.